بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز خواهران و برادرانی که همیشه گزارش های مرا شما دنبال میکنین سلام های گرم زمستانی مرا پذیرا شوید و امید میبرم در هر کجای کره خاکی که هستید به دور از گزند روزگار و در کنار خانواده هایتان خوب و سرحال باشید همچنان خدا کنه وطنداران ما که در داخل افغانستان هستند دیروزا با بیکاری و نبود نان یا غذا همچنان مواد سوخ دست و پنجه نرم می کنند آرزومند هستم که روزگارشان اندک خوب بگذره ما بارها گفتیم آرزو کردن هم جایی را نمیگیره اما چاره دیگه نداریم و وضعیت امنیتی هم یگان گپا می باشده یا آخر خدا کنه که گپا هم از بین بره روی سیاست نمی پیچیم اما امروز طی این ویدیو خواستم که در مورد آمدنم به ترکیه صحبت بکنیم خیلی از دوستان نوشتن که هماین افغان از افغانستان فرار کرد و خیلی ها هم نوشتن که همیشه دوش و دوش طالبا هماین افغان گزارش تایم می کرد بلندگوی طالبان تا... شده بود کارهای نادرست طالبان را توجیه می کرد و یا کارهایی که مربوط به خوبی طالبان می شد او کارهایش را بیشتر تصویر می ساخت و کور میکرد اما کارایی که یعنی چهره طالبان را بد جلوه میداد، او کارا را بیشتر پوشش نمیداد هماین افغان خب این نظر یک تعداد است مگذریم از او گپا و کسانی که گزارشات ما دیدن اونا میدانند که ما چگونه کار کردیم اما ای که ما دوازده روز وقت داشتم در ویزای خود در میدان هوایی تهران به ما اجازه دادن نشد که ما پرواز داشته باشم یا پرواز مرا کنسل کردن که من نتونم به انکارا بیایم ایره در برنامه قبلی یا در صحبت های گذشتی خودم گفتم که دوازده روز در ویزای خود من فرصت داشتم که در خاک ترکیه بمانم یعنی در شش ویزای شش ماه حدودا پنج ماه و پنج ماه و اجده روز گذشته بود دوازده روز دیگه باقی مانده بود من هم کردم در خب نام شرکت هوایی را نمیگیرم را ساعت یک خواستن به میدان هوایی تهران فکر اگر اشتباه نکنم به نام امام خمینی است میدان هوایی تهران و اونجا رفتم تا ساعت سونیم منتظر ماندم سونیم زمانی که یک تیدا دوستا گفتن که هماین افغان از پلیس ایران شکایت داره نخیر من از پلیس ایران شکایت ندارم از مردم ایران هیچگاه شکایت ندارم برای علاوه از اینکه چقدر دیدین مردم شریف و مردم خوبم بودن مشکل, مشکل منه که کار نادرست از طرف کارمندان که در بخش چکنگ یا در بخش بررسی پاسپورت ها از در میدان هوایی شکایت ما از اونا است برای علاوه از اینکه مشوره درست نمیتن برای علاوه از کار خود را به درستی انجام نمیتن وقتی می با به تسکریت افغان نوشته است البته من میگم افغان نوشته است اما خیلی از دوستای ایرانی هم با ما تماس گرفتن گفتن اتا ما خود ما که به میدان هوایی تهران پرواز می داشته باشیم با ما هم روی درست نمیکنند کارمندانی که در بخش بررسی پاسپورت ها هستن خب وقت پاسپورت ما را ساعت سه و نیم صبح و صبح اونا میگیرن و میبینن میگن که شما ده روز وقت دارین من میگم دوازده روز وقت دارم مخ... نخیر میگن شما ده روز فرصت دارین باید برین یک ویزای جدید بگیرین ویزای ترکیه در حالی که من ما یا پنج ماه و چند روز پیشتر ویزا گرفته بودم یک دفعه دیگه هم یادآوری کردم امروی دوستا در این شرایط من به ایران استم در افغانستانم سفارت ترکیه کار نمیکنه مسدود از فعلا فعالیت نداره من از کجا ویزا بگیرم گفت خیلی زشت خیلی زشت برخورد کردن گفتن که شما برین به بخش دیگه مرا به یک بخش دیگه روان کردن در اونجا هم یک خانم بود که او خانم همچنان بر ازی که درست گپ نزد حتی برخورد انسانی نداشت برخورد انسانی که با یک انسان چگونه باید یک کس صحبت بکنن و انسانی برخورد نداشت من گفتم دوازده روز وقت دارم من میتونم که برم و باز این کار مربوط شما نمیشه تکت گرفتیم کل کار قانونی است ما با ترکیه هم تماس داشتیم گفتن که یک روزم شما فرصت داشته باشین شما میتونین که پرواز بکنین و بیاین در اینجا موضوعات تمدید و این کارا بعدا صورت میگیره اینجا و حتی شما دوستایی که بیشتر در خارج زندگی میکنین یا با ویزا و پاسپورت و این مسائل بیشتر آشنایی دارین شما میدانین یک روز هم مکال به ترکیه آمده میگن یک روزم، هم اگر شما فرصت داشته میبودین یعنی یک روزم به تاریخ ختم ویزایتان میمان ما او زمان همچنان میشد که یعنی شما حق داشتین که بیاین داخل خاک شوین مگر چرا به شما فرصت ندادن چرا به شما اجازه ندادن این کار از اونا کار درست نبودم خب ما گفتم مالی کار شد من به او خانم گفتم که شما باید به من اجازه بدین من برام از اینجا پرواز بکنم به ترکیه برسم و کارا باز مربوط من میشه که چگونه تمدید میکنم ویزای من یا دیگه کارهای قانونی این مربوط به کشور ترکیه میشه مربوط به مسئولانی که در ملک خود یا در خاک خود کار میکنن مربوط به اونا میشه مربوط به شما اصلا نمیشه ما از شما تکت گرفتیم و اگر ویزای ما ختم بود شما باید بر من تکت نمیدادین گفتم من رفتنی هستم باید برم یک کمه که مجبور شدم ما هم زش... زشت نه به می لهن گفتم که من رفتنی را خو رفتن خو میرم مگر شما کوشش بکنین کار خوده خودا بکنین حتی اگر هم کاری نمیکنین کار خودا بکنین خب گفتن که شما افغانا همه قسم ما سرسخت سر سخت هستین کلاشخ هستین چی هستین بالاخره نشد من منتظر ماندم تا ساعت 8 بر رفتم به گوگل مراجعه کردم و یک تعداد دوستان ایرانی که داشتم با دکتر صاحب سب... اه... علی حسنی تماس گرفتم او بیچاره را از خواب بیدار کردم اه... دو چهار صبح یا چهار نیم صبح بود گفتم ایران در کجا مرز داره با ترکیه گفت چه میکنی؟ من گفتم که میخوایم زمینی برم اه... گفتن چرا ما جریان را برشان قصه کردم گفتن اصلا اونا هیچ حق ندارن هیچ حق ندارن که پرواز خودت رو کنسل بکنن و این در صلاحیت از اونا نیست و خود دوازده روز فرصت داری اتا کسانی که یک روز هم فرصت داشته باشن میتونن که برن من گفتم من نمیفهم دیگه من با چنین مشکل روبرو نشده ایم هیچگاه اینا میگن که ای کارت کار درست نیست و یا پرواز خودت امکان نداره که وجود داشته باشه خودت نمیتونی پرواز بکنی باید کنسل شود. گفت خیر باز به ما گفتن که شما از میدان هوایی ببخش این از کدام ولایت گفتن آستان تبریز میشنه بله گفتن تبریز مرز داره با ترکیه در وقت شما تبریز برین باز مرز ایران ارومیه اگر اشتباه نکنم ارومیه نام داره از او قسمت باید بیرون شوین زمینی برین خب من ما منتظر ماندم که به تبریز چه زمان پرواز است خب رفتم وقت جدول دیدم روی اسکرین دو پرواز داشتن یکی اگر اشتباه نکنم ساعت 6 و نیم و یکی هم ساعت 8 و نیم. خب منتظر 6 و نیم ماندم خیلی جالب است که منم نمیفهم یا ایست اخلاق ما درست نبود اونجا یا کسانی که با ما روبرو شدن. اخلاق از اونا درست نبود ای دو نفر دو اخلاق یک شد من نادرست بودم مر جگر خون ساخت رفتم در غرفه تکت فروشی امو شرکت هوایی که به تبریز پرواز داشتن گفتم خانم من میخوایم به اینجا برم اگر تکت تان مانده تکت تایتان تمامش بک نشده من میخوایم برام گفت که ساعت ام، شش و نیم پرواز از شما باید ساعت شش بیاین خب من منتظر ماندم تا ساعت شش از یک شب ماندم تا ساعت سه و نیم و چار ساعت چهار پرواز انکارا خلاص شد رفت و از ساعت چار تا ساعت شش هم من منتظر ماندم ساعت شش رفتم گفتم خانم چطور تکت هست مساعد است یعنی گفت خود چشمای خود کشید گفت برو خو خودم برت خبر میتم نه باشه نه گفت خودم خبر میتم گفت پسانتر برو بیا که ما ببینم تکت میمانه نمیمانه یا تکت مانده نمانده باز رفتم چند دقیقه منتظر مانده ما من آخر دیدم که یک مرد دیگه هم تکت کار داشت اونا رفت بر از اونا تکت نوشته کردن و پول خود داد من گفتم کال نشه تکت کم مانده باشه به من نرسه رفتم اونجا خب خانه شابات این بار برای علاوه که روی خوب اگر نکرد روی بد هم نکرد کل کار خلا شد نوشتن به ما گفتن پول من گرفتم پول کشینم گفت من پول این قسم نمیتونم بگیرم پول باید توسط کارت من گفتم کارت ندارم من یک مسافر آدم هستم از کجا کنم کارت ام، گفت پولتا با یک کس معامله بکن از یک کس کارت بگی و پول نقد بر از اونا باور بکنین که چهار پنج دقیقه یا شاید زیادتر فقط میدویتم. پیش فروشنده ها رفتم. هر جایی که رفتم گفتم من پول زیادتر میتونم براتون هر قدر زیادتر که شما میخوایین من میتونم. مگرم شما توسط کارتتان پول ما رو بپردازین من بر شما پول میتونم. هیچ کس پیدا نمیشد. آخر یکی از جوانا اونجا بودن؟ به اونا گفتم طرف ما دیدن گفتن افغان هستی گفتم بله افغان هستم گفت پشتو هم میفهمی گفتم او پشتو خبری که هستم خودوار ملی جه بیدی باز دیدم که کارت خود داد بر من کارت خود داد رفتم بر از اونا دادم اونا پول کشیدن از کارت ما آمدم پیسه حساب کردم که بر از آدم بودم زیاد چاله شد بیچاره گفت که نه ای ضرورت نیست من گفتم نه قسم نمیشه من همش ناسوم اما و ما که افغان هستی درست است اما هم نداریم باز من گفتم شناخته شناختی گفت نه باز من ماسک کمک پایین کردم یک دفعه بغل کشی کرد گفت من چطور نمیش ناسم چطو م... صدای... گفتم که صدایت بر من آشنا بود چطور شما را نتونستم بشناسم خیلی جاد لطف کرد او به نام علیزه اگر اشتباه نکنم تخلص دارن از جای باشند خوش آرام باشن شاید ویدیوی مرا ببینن حتما مرا من من به اینستاگرام پیدا بکنن من نه شماره را هیچ چیز نگرفتم که از اونها یک بار دیگه تشکری میتونم از این طریق داشته باشم آقای الیزای زایزه زی. داشت مقصد یا علیزه بوده یا زای و زای نبود نه علیزه ممکن بوده باشه گفت که ما با کنسول افغانستان در مشهد اگر اشتباه نکنم گفت اونجا وظیفه دارم اگر کار بود حتما بیا مراجعه کنم خب بازم تشکر از اونا خب لطفه کردن من تکت سو گرفتم رفتم پروازم آماده بود خب رفتیم به تیاره به میدان هوایی تبریز نشست کردیم و میدان هوایی تبریز هم خیلی یک میدان هوایی خوب شاید ما زیاد های هوایی را ندیدیم به او خاطر ما میگم زیاد خوب اما خوب بود رفته منجا کارمندا همه کسانی که اونجا بودن خیلی روی نیک و روی خوب داشتن که قلبا از هر کدامشان جا داره تشکری بکنیم از میدان بر با وجود که خب همگی ما فارسی زبان هستیم فقط لحجه های ما فرق میکنه که ما بیشتر مردم افغانستان دری صحبت میکنیم اونجا پرسیدم که من میخوایم به ارومیه برم با یعنی خواهم زمینی برم به طرف ترکیه تاکسی آمد گفت در بس باید بری دیگه قسم خونم چند ساعت را چهار ساعت راست اگر اشتباه نکنم ساعتم دوازده است و به من گفتن که مرز بعض اوقات دو بجه است. روز پنجشنبه بود اگر اشتباه نکنم گفتن وقتر بسته میشه ساعت دو بسته میشه چهار ساعت هم را سه،, سه, ساعت اگر چهار ساعت ما منزل بزنیم ساعت سه ما اونجا میرسم ما من... خب چی میشه بالاخره واقعا راستی ما در میدان هوایی تهران میخواستم که دوباره تکت بگیرم برام به کابل اگر پرواز باشه اما پرواز کابل نبود واقعا زیاد خسته شده بودم من در زندگیم با چنین روی زشت روبرو نشده بودم به او خاطر شاید سرمز زیاد تاثیر کرده بود خب تکت کابل پیدا نشد اما من به خاطر زد کرده بودم با او خانم گفتم که من خود میرم حتی گفتم هیچ نشد قاچاق میرم چون ما قسم کدیم که میرم به خاطر کدام مجبوریتی هم نداشتیم ما که از کابل آمدیم شاید بعضی دوستا گفته باشن از مجبوریت آمده یا مثل دیگرا و رای کدام گپ دیگه بوده رای گنجشکه که بوده که کدام جای دیگه بره به او دلیل آمده هیچ گپ دیگه نموده به خاطر که من شش ماه پیشتر ویزا گرفته بودم و 20 روز وقت مانده بود تمام میشد و من پیش خود گفتم که مردم بسیار مشکل میرن ویزای ترکیه را به دست میارن و میرن و من که آسان به دست آوردم امو زمان شش ماه پیشتر چرا از این استفاده نکنم یکی خو سر وضعیت روانی ما خیلی تاثیر کرده بود شب میخوابیدیم صبح میدیم یک دوست ما عکس پست کرده در واشنگتن باز تا چاش نان میخوردیم که میفت الا فلانی رفت پاریس باز خبر میشدیم که الا فلانی رفت به آلبانیا فلانی رفت به ابوظبی فلانی رفت به قطر او رفت به هالند یا رفت به کانادا اینی چیزا سر وضعیت روانی ما واقعا خیلی زیاد تاثیر کرده بود امیال هم کسایی که در افغانستان است ما جمع همکاران دیگه و دوستان ما از این سال رنگ می بردیم. که فلانی رفت فلانی رفت فلانی رفت تو یک ترس ایجاد می شود. یک وحشت ایجاد میشد در دل ما به این خاطر گفتم یکی تبدیل هوا شوه یکی میشه که ما ویزه ما را تمدید بکنیم به این خاطر آمدم هیچ گپ دیگی نیست و ما چند روز بعد پس کابل خیر هستم نه مشکلی وجود داشته نه مشکلی از این کارهای سیاسی ما کار ندارم بانیمش بر سیاست مدارا به ما هر کسی که می باشه گفتیم که یک لقمنان حلال و یک امنیت درست بر ما مرچ و تامین بکنن ما زندگی خود را میکنیم، ما در کار سیاستتان هیچ غرض نداریم اما آنچه که بر مبنای کارا یا مسلک خود ادامه می و تصویر او خواهی نخواهی هر کسی که در این بخش کار میکنه باید چون این فعالیت ها داشته باشم. خب من از میدان هوایی وقت بیرون شدم تاکسی گفت که چهار ساعت راست و یک قسم کرا هم یادم نیست چار ست هزار اگر اشتباه نکنم گفت چار ست هزار تومان یادم درست نیست خب گفتم درست است خب ما موتر تا که بیشنم رفت یک خانم دگرم هم گفت تو را او به در دربست خویر را کم نیست باز دیدم بسیار با اخلاق بود امیراننده گفتم ام خیر دو نفر باشه خوب است او خانم هم شوارش فکر میکنم کنم کرد ترکیه بود و خودش ایرانی بود خیلی یک خانم شریف و خانم خوبی بود آمدیم برا چند جای پاسگاه ها یا پست های پلیس ایران ما را ایستاد کرد پاسپورت دید و از همینجا میگم هم خانه شان آباد اصلا اندکترین واکنش نداشتن اندکترین برخورد هم نکردن صرف همقدر گفتند گفتن که مسئله استی به ترکیه گفتم نه میخوایم چکر برم و هیچ چیز دیگه ای نگفتن و روی نیک کردن اتا او خانمی که امرای ما بودن سر از اونا کم شکبر شدن که چرا میره به ترکیه اونا را بردن به اتاق خود کمه که امرایشان صحبت کردن یک پنج دقیقه دوباره پس اونا را پاسپورت داد و آمدن یعنی با من رویه خیلی خوب کردن بالاخره رسیدیم به مرز به مرز که رسیدیم اینجا ما تست کرونا یا آزمایش کرونا از شفاخانه که گرفته بودم در تهران او به زبان فارسی نام خود بابخشین این بایک مارو یک لطف بکنین امیل بیک مارو بطین من بر دوست همین رو نشان بودم خیلی زیاد جالب است تست کرونا را با ف... انگلیسی نوشته کردن نگتیو اما اینا گفتن که چرا اینجا فارسی نوشته است من هم چقدر خوانده میتونین شما دوستا اینجا اگر خوانده شوه این قسمت هست اینه نگاتیو نوشته است و این قسمت هایی که فارسی اگر خوانده شوه باشین ما ببینم این قسم اگر خوانده شوه شما ببینید نام شفاخانه به فارسی نوشته است اما آنچه که این قسمت میشه نوشته است نگاتیو یعنی امو آزمایش کرونا مرا به انگلیسی نوشته کردن خب پولیس مرز ایران اگرچه گفتن که این کار درست نیست یک که گفتن که باید فارسی نوشته نمیشد باید انگلیسی میبود خب نام شفاخانه خب نمیشه که انگلیسی باشه درست اما خب یک که گفتن اما زیاد جدی نبود بالاخره از اینجا ما گذشتیم از اینجا گذشتیم رسیدیم به من نمی فهم کم اوزو بگویم یا نگویم اما این را مجهول می مانم که کی در کجا در جای پاسپورت مرا گرفتن پاسپورت مرا گرفتن که رقمی دیدن ای تست کرونا دیدن گفت درست نیست برو 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 پس به با افغانستان برو نمیشه نمیتونی که تو بری به ترکیه و به در مشکل چی است که من نمیتونم برام اینجا به خاطر که فارسی نوشته است خب پلیس مرز ترکیه من زبان درست نمیفهمیدم گفتن که اینجا فارسی نوشته است چرا انگلیسی نوشته نیست این قسم به اون جوی اخر این رقم زبانم درست نمیفهمیم پاسپورت باز کردن گفت دبای نزی پیسه باز بیا خب ما گرفتم پیسه بکشم بانم داخل ازی گفت نه 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 اوجا کمره است کمره از دور 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 خب رفتم دور من هم می دو دانه یا سه دانه از پنجاه هزار یا بود اگر اشتباه نکنم پنجاه هزار نامش هست خب اگر ارزشش کم است این وقتی که دلای یا دقات ورقهای پاسپورت ماندم پس آمدم گفت بیار وقتی که دید گفت نه 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 ای نمیشه ای کم است به مو اشاره دیگه کم کم فارسی ها میفهمیدن ای کم است بعدا در تلفن خود نوشته کرد که اقسم میشه معلوم یعنی صد ما حیران ماندیم که آل صد دالر صد لیره صد تومان کدام از خواسته یادم خب خو امی هر کس, خود نشان هر کس میایه پاسپورت خود نشان میتن مگذره هر کس میایه پاسپورت خود نشان میتن مگذره واقعا دیگه خیلی پای درد و کمر دردم شده بودم نارم خوابم بودم خیلی سخت مگذشت واقعا سخت مگذشت و من در این فرصت به فکر او در جوانای افتادم که اونا غیر قانونی از مجبوریت روزگار به خاطر بیکاری به خاطر مشکلات سیاسی به خاطر بینانی و بی آبی بی پیسگی مفلسی افغانستان ترک میکنن و میاین به شکل قاچاق به ترکیه یا ایران میاین اینا که غیر قانونی میاین چی روزگار سخت را رو اینا سپری میکنند؟ پلیس با اینا چگونه رویه میکنه باور بکنین من به این فکر افتادم که واقعا سخت است دردآور است مکه که رسمی کل کارم درست است میدان هوایی اوجا پروازم کنسل میشه زمینی این رقم یک وضعیت است خب آخر چی ما کسی که در کابل زندگی کردیم در افغانستان زندگی کردیم به قرا و قصبات رفتیم مگرم درست است خب اونجا وطن ما شاید زیاد سر تاثیر نکرده و در ملک بیگانه که آمدی بیگانه بیگانه است ولو هر قدر که کار درست باشه حق شکایت را از یک نگاه کس نداره اما از یک نگاه روابط کشورها و یا از نگاه برخوردای انسانی انسان باید شکایت بکنه چرا منحیث یک انسان به یک کس توجه نمیشه چرا منحیث یک انسان با یک انسان دیگه برخورد نمیشه در حال که افغانستان، ایران و ترکیه که سه کشور است. ما از افغانستان آمدم به ایران، از ایران آمدم به ترکیه. هر سه کشور یک رابطه خیلی نزدیک دارن. اولین رابطه رابطه معنوی رابطه دینی است که ما هر سه کشور مسلمان هستیم. از مسلمانی کردم پیشتر موضوع انسانی که ما اول انسان به دنیا آمدیم پس از او در گوش ما که آزان داده شد، آزان گفته شد، ما مسلمان شدیم ما نه برخورد مسلمانی داریم، برخورد دینی داریم، نه برخورد اسلامی داریم، نه برخورد مذهبی داریم پس تا با کی؟ باز به این فکر شدم که وقت سیاسون ما در طول تاریخ سر ما دل نسوختاندن ما از بیگانه ها چه گله داشته باشیم پلیس خود ما تمامش نه یک ایده ایشان که سر ما دل نسوختند ما از پلیس دیگه کشور چه توقع داشته باشیم بیگانه خو بیگانه است دیگه خب جیبم یک بندل صدی دلار میده کرده بودم بندل بود نمیفهم چند هزاری تومان بود دست انداختم در جیبم من به این فکر افتادم که یک دانه ویزای ترکیه در افغانستان آلکو بند است در گذشته گرفته می شد از طرف کمیشن کارا تا چهار هزار و دلار و من با 200 دو یا دونیم دلار در اون زمان به دست آورده بودم به شکل قانونی پاسپورت ما من در نوبت مانده بودم اما اه... دفتر یا شرکتی که کار میکنن با سفارت ترکیه اونا خیلی انسان های شریف بودن و یک روی نیکی هم کردن در ظرف یک ماه یا کمتر از یک ماه به ما ویزا دادن من گفتم که ما 200 صد مصرف کردیم سر از دیگر ها پنج هزار و مصرف میکنن خب یک یک صد دلار 200 دلار دو گام اگه اینجا میره خب بره بالاخره ما برسیم به ما اصل جای برسیم چون قسم کردیم که ما باید برسم من میرم قسم کاری میکنه یا نمیکنم و فضل خدا هر کار که خواستیم در زندگی اول خداوند کمک کرده و دوم نیت که کردیم آرزوی که داشتیم به آرزویم رسیدیم به زور اول خداوند دوم به زور امو عزم قاطعی که داشتیم شکست نخوردیم اما انسان پیدا شد که شکست ما داد خب همیشه شکست از کسانی کس میخوره که خیلی زیاد قابل اعتماد برش می باشه میگن که اوج اعتماد شکست است برترتیب من امی قوده کدم در اینجای دست انداختم امی یک قوده پول کشیدم مثل برگ درخت واره نمیفهم چقدر چه قدر بود داخل پاسپورت که ماندم رفتم پاسپورت ما پیش کردم از دگرها دید گفت نه نه نمیشه نمیشه میشه برو 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 افغانستان افغانستان هم قسم وقتی کمک لای ازی را کردم کدم دید که در بین ازی یک قوده پول است پیسه دید گفت بیا بیا بیا, 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 بیا. وقتی رفتم برش دوباره دادم خیلی خوش شد او کاغذ گرفت در زیرک خوب دید باور بکنین که هیچ چیز دیگه نه پیسر در جای شما پس رقمی ورق هم داد پاسپورت برو, برو 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 خو خب از اینجا رفتم ای از برو که نمیگه دیگه برو 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 به یک جایی رسیدم که در اون هم پاسپورت چک میشه پاسپورت چک میشه نمیف... یک تلفن گرفت همی جوان لباس پلیسی در جانش بود تلفن آمد، تلفن صحبت کرد، نمیفهم چی گفت. من دل من، خب بعض اوقات دل انسان گواه میته شاهد میشه برزی... من تو فکر کردم که اتمن همون نفره که پول گرفت برازی هم تماس گرفت که این یک نفر پیدا کردیم گرفت است این همی مرغ علال کردگی است تیار بگی دیگه خب پاسپورت ما گفت باشم اینجا خب دیگر کار از او خلاص میشه پاسپورت ما رو در پالی خود مانده اینجا آلمه زبانم نمیفهم اینگلیسی هم اینا نمیفهمن من, من کمک میفهمم حالا هر چی میگم میگم What's my problem؟ فقط اونقدر میگه باش باش یعنی توسط اشاره دست خود هر کسی که میگه میگذره هر کسی که میگه میگذره خب بالاخره ما کمر خیلی درد گرفته بود راستش نارم خوابم بودم قرار چیشتم هم اینجا اون پیاده رو و, و به این فکر شدم که چی بودی چی شدی واقعا انسان که در یک خاک دیگه کشور داخل میشه چقدر حقیر و فقیر میباشه باشه ولو کارش قانونی باشه ولو کارش غیر قانونی باشه باور بکنین که امول ازم به فکر کسانی می افتادم که سالیان سال از اینا مسافر هستن از کشور خود اینا در کشور کشورها زندگی میکنن اینا با چقدر برخوردها دست و پنجه نرم کردن اینا چقدر روزای سخت زندگی را سپری کردن خب به انسان آب نرسه نان نرسه غذا نرسه مهم نیست اما اینکه که به شخصیتش صد موارد شود، واقعا که ای دردآور از همه چیز است خب منتظر ماندم آخر مرا گفت یک قمندانشان آمد سه نفر با هم گپ گف زدن گفت بیا رفت مرا داخل یک اتاق بردن گفت باید که بلند یک جناب عالی لباسهای خودم خواسته بود شما شاید بشناسین خب من هم شنه یک ویلون نواز بود در افغانستان در تلویزیون آریان با ما کار میکرد و برادرش لباس به ما آورد که به ترکیه بود خب من نگفته نتونستم لباس های از هم بود لباس های زنانه او بود و بین میگه ها بود من را گفت بایک باز کو بایک گرفتم باز کدم برش خب گفت کل از تکان بته یک طرف بان ما همین لباس همین چیزی که بود و نبود ذره زره تمام شد یک بغل سر میز ماندم خواه. گفت تمام 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 سعیست پس بستش کردم یکی دیگه آمد گفت بیا رفت به می اتاق یک اتاق فرشی واره یک اتاق دیگه بود باز اوجه رفتیم اوجه رفتیم گفت بان سر میز سر میز گفت باز باز بازش کردم خود از این می میبینم مرا میگه, میگه ببین. حال درست نمیبینم فقط یک تکان تکان میته او یا ایر پس میکنه اینجا میمانه اگر در از او هر چیز باشه خاطر میشه خب مثلا با آنجویی عالمه به این فکر هستم که اگر اینا پول میخواین عالمه چه قسم پول بر از اینا بتم اگر پول پیش بکنم اینجا کمرا مرا بگیره بگو یک خودت میخوای ما رشوت بدی اینجا یک اگر پول نتم خو اینا این تو زرما فیلم پر میکنن بالاخره راه حل چی است و من تجربه رشوه دادن ندارم ای دو تا تلاشی شد پس گفت بیا پس گفت بیا در اما ماشین اکسری میشه ماشین کس داخل از او ماشین ماندم او مسئول ماشین کدام چیز گفت از طرف تیرش کرد از ماشین که تیر شد با سر میز دگه من. گفت بیا واس کرد ایره که باز کردم مرا گفت دور باش خب من دور رفتم بیخی دور رفتم مرا گفت نه نه به شکل اشاره دیگه البته بیا اینجا بیبی بی. آخر من به انگلیسی گفتم گفتم ما بایک خود از چک کردیم بایک از ما است من میفهمم که او چیز نیست حالا شما شما که نمیفهمین چی است شما چک کنین من نیاز ندارم ببینم بی طرف بایک آه... گفتم این سومین دفعه شما چک میکنین بایک آه... گفت ما میتونیم که صد دفعه چک بکنیم این کار خودت نیست این مسئولیت ما است تو را غرض نیست من گفتم راست میگی خب کار درست است مسئولیت شما است باید چک کنین تو واقعا اگه به جانب است دل خود گفتم خب باز چک کردن وسایل اینجا دیگه بستیش کردم باز یکی دیگه آمد گفت باز کرده اینجا ما یک کارت بود کارت خبرنگاری کشیدم برشان انگلیسی و فارسی نوشته بود نشان دادم گفتم من یک خبرنگار هستم من یک ژورنالیست افغان هستم شما میتونین به یوتیوب برین به فیسبوک برین به اینستاگرام برین برنامه های مرا چک بکنین ویدیو های مرا چک بکنین بگراند مرا چک بکنین ما ما کدام توریست گفتم نیستم ما کدام دزد یا کدام رشوه ای... هر چیزی که دمیدانم اومدم اون از گفتم من یک قسم یک یق آدم نیستم من یک خبرنگار هستم شما با گرام نمبر همه گپای ما رو میتونید تست بکنین چک بکنین چرا یک قسم یک یق روی زشت میکنین با من کدیرم یکیش یکم یک برخورد نکرد گفت ما مشکوک هستیم سر نام خودت سر نام خودت شک داریم به دلیل از, از ای که ما دو تا هماین داریم و یک هماین پیش ما قضیه داره دوسیه داره ما باید او را پیدا بکنیم خب گفتم که ای گپ است خب درست است باز هم مرا ما منتظر ماندن یکی امو جوانه که در ابتدا پاسپورت مرا چک کرد آخر رفتم نزدیک از او گفتم من نیستی خوبم نه فهمیدم که مقصد گفتم What's my problem برو او گفت که problem, problem. این پرابلم پرابلم این قسم که تا هنوز من هم فهم که ای این موضوع پیسه بود یا موضوع پنج دقه بود پنج ساعت بود پنج روز بود این که چی راز در ای بود من هیچ نفهمیدم نمیتونم بگویم که چیز از من خواستن پول مول خب منتظر ماندم رفتم از اوج یک آب گرفتم آب کردم نزدیک تاریکی می دیگر ناوقت شد خب من این طرف بلد هم نیستم به کجا برم خب ماندم نگاله وقتی قسم کرده بودم که من میرم تا اینجا خود رساندم اما یک آمد. اقسمی پاسپورتم به پیشش گفت Welcome to my country دیگه ناو یو کن گو این تیگان چیزایی که کم کم مور انگلیزی میفهمیدن گفتن میتونی بری خب آز به یک که بین جال بود دور و دراز آمدم که یک دشت معلوم میشه دشتی طرفی طرف موتر آب بین کوها دشت و در این دشت هم دو طرف موتر خوالی جا کمی بر آمدم یک پنج شش قدم آدم یک دفعه چار پنج نفر دوید سرم امید چه غسک زده خب چه چک 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 اما قدر فهمیدم که میگفتن که اوجه چک شدی ما گفتم بله چک شد سه دفعه یا چهار دفعه چک شد حالا باید برم خب اول گفت خیلی باز چک زدم بیا 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 پس رفتم در اوجه سر ماند گفت باز گیره فکر بکنین چ... پنج دفعه شد یا شش دفعه شد که من این باز میکنم باز کدم گرفتم می هر لباس پتلون پیران هر چیزی که بودم قسم خوب تکان دادم می رفتم دو سه تا که تکان دادم دیدن که ما دیگه هیچ چیزی در جانم نمونده گفت اوکی 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 بورا او پس بسته کردم آمدم که اینجا ها سر ما دویدن من زبانم نمیفهم فهم دریورا دویدن حالا اید چی بوی هم را اینا در اینترنت هم نداری که بری با گوگل ترانسلیت یک چیز بکشی اینا یه فهم تفهیم صورت بگیره خب یک نفر آمد اونجا او ایرانی بلد بود امو زبان فارسی بلد بود با لحجه ایرانی امرای ما گب زد خب بسیار زبان چرب داشت انسانیت کرد در کال انسانیت هم بختر پول زیاد کرد گفت که اینی است از دربست میره به شهر وان باش باید به شهر وان بری خب تارک جان که شما در برنامه دیدین امرای ما او بیچاره از دیر زمان امرای ما همکاری میکرد ما گفتم که خب مرا به شهر برسانه تا پیش موترها باز باز ما میفهم چی کنم در موتر شوش میگن که یک موتر بس یه بس های خورده که در کابل آمده بود نیمه بس در اینجا چی میگن اون بس آره؟ یک نامه که داره دوموش دوموش ها خب این موتره باید در بس بگیری او کدام کتاب است که ما این موتر در بس بگیرم موتر که حداقل یک پانزه بیست نفر خو خب میبره پانزه بیست نفر را من در بس بگیرم تاکسی ها چرا؟ گفت نه نگی خب من گفتم مال بسیار ببره پنج هزار افغانی، شش هزار افغانی، ده هزار افغانی بانک مال از جنجال خلاص شدم با یک جایی برسم که یک چهار تا انسان ما اونجا ببینم دل آرام شوه. گفتم سعیس. من نمیفهم چقدر پول بود به او آدم دادم گفت اونو چند نفر هم بالا کرده میشه امرای از اینا در بس او به خیلی چند, چند نفر چرا بالا کرده گفتی نمی قانون از دیجال چند میشه پیسه ایش خب او را گرفتم ضرب زدم به گفتم من پیسه لیره میره ندارم این پیسه تومان دارم اون پیسه را گرفتم کشیدم گفت پیسه را به من بدی من میتونم گفتم خب وقت رسیدم باز من براننده میتونم گفت که نه به من بدی من پیش رویت میتونم ببین ما پیسه تا نمیگیرم برخواد گفتم ها پیسره کشیدم برای زنا دادم بالاخره در دا موتر ششتیم یک جایی رسیدیم که بازار رس و یک کم دلم جمع شد خب یک لطف کرد راننده به من آتسپاد دادن من به جان تماس گرفتم همراه از اینا به ترکی گب زد گفت که ای دوست است خوب سعی کلی از اینا را اگر پیگان تو خلاص کرد و فهمان که یعنی ما آدم را بلده هستیم که یادم آدم زیاد نابلد نیست یعنی بیگانه هم نیست یک کس داره اینجا خود دل ما جمع شد مرا به شهر رساند و ایران انده شل که شب تو در دفتر امرای ما باش ورم شاید در خانه 23-24 ساله جوان بود شب در دفتر باش حالا موترا نمیره به طرف انکارا خب من دا دفتر باشم چی؟ فکر من که یعنی شب اموجه باش که با صبح بخیزید یک چند رفع بگویم بته پیسی اتاق شد یا ای شد یا ای شد یا خوردن شد من گفتم نه اونجا باشم حالا وقتی که به ترمینال میریم که میخوایم آن کارا برام وقت پاسپورت ما هر کس میبینه میگه نه نه افغان افغان پاسپورت نمیشه نمیشه مرا پلیس میگیره من هم میفهم که خب این بسیار زیاد درداور است کسایی که در خارج از افغانستان زندگی کرده شاید بر از آسان باشه اما من دفعه اول است که با این مشکل برمی‌کنم که این افغان چرا اینقدر نام بد است چرا از تذکره نام افغان و یا پاسپورت افغان مردم اینقدر نفرت دارند این مربوط به جوان افغان نمیشه که آمده به کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی یا شر... کشورهای آسیایی این مربوط به او سیاست مدارای میشه که وطن در و در ساختن و نام وطن را در, در دنیا نام بد ساختن کال از پاسپورت، نام، فرد، زن و مرد افغان یک تعداد کسا احساس خطر میکنن خب بر ترتیب گفته نمیشه ما اوجا با یکی از جوانا سر خوردم دیدم که اونا افغان بودن خیلی جالب بود یعنی در وقت خیلی اساس سرورجان و اونا از کندوز بودن مرا شناختن و زیاد لطف کردن به شهر وان رفتیم گفتم مرا به یک هتل خیبر اگر موتر نمیره آله موتر نیست اونجا رفتیم به ما اتاق گرفتن و گرفتن یک سیم کارت هم شب گرفتیم اینترنت فال ساختیم دو سه شب نخوابیده بودم قرار خوابیدم صبحم ساعت 9 گفتن که موتر میره به طرف آنکارا، کارا موترای بس ساعت 9 ما شاور گرفتیم و برامدیم به موتر موتر میفهم ساعت 9 حرکت کردیم بازم ما از بارها دعا کردیم راننده لاین مزار و کندوز و بدخشان و خصوصا قنده ها و هرات را سرجله هم میشنن اونو از تیاره کردم تیز میرن اینا دیگه آنقدر بناز و نخله میرن 20 دقیقه میرن باز زد قیصاد میشن ده گوشه و جواب و نان و چای میگیرن از یک نگاه خوب است به خاطر که مسافرها زیاد است زندگی از اونا در خطر به خطر مواجه از یک نگاه خیلی آیسته میرفتن یعنی اینا از صد خاصن هیچ بالا نمیرن ساعت نو حرکت کردیم فردا ساعت شش رسیدیم که شما در گزارش قبلی دیدین که ساعت شش من به ترمینل آنکارا رسیدم و اونجا تارک جان آمد لطف کرد. مرا گرفت و گپ ما درا هر دو ساعت بعد به ما تماس می گرفت شب و روز بیچاره که به کجا رسیدی به کجا رسیدی بیا که در خانه نان منتظر کردیم که ما مادگی هم گرفتیم که راستن به بی خانه بیایی من گفتم بیادر شرط ما اینی باشه که ما مستقیم خانه نمیرم خانه میریم مگرم آل خانه نمیرم ما بخاطر که خیلی خسته و زله هستم به من یک هتل بگی بخاطر که کار یک روز و دو روز سه روز نیست ما باید به با اوتل باشم باز راستن آمدیم رفتیم به هتل که شما او گزارش دیدین و اینه بالاخره تا هنوز هم در انکارا هستیم با یک تعداد وطندارا جوانا موی سفیدا زنا و مردا روبرو شدیم قصه های جالب داشتن که انشالله در چند روز دیگه که من در انکارا یا ترکیه میمانم از تعداد از اینها گزارش تهیه میکنم مصاحبه های خود داشتم امرایشان صحبت میکنم فعالیت های یک تعداد جوانا دکتر صاحبا و کسانی که در بخش تجارت کار میکنن کارهای از را حتما تصویر میسادیم به شما معرفیشان میکنیم یعنی تمام افغانایی که به اینجا آمدن بی سواد، کم سواد یا قاچاق نامدن ما کسان را اینجا داریم که به شکل قانونی از سالیان سال زندگی میکنن با یک سرمایه خوب، با یک استعداد خوب برالاوی از ای که بار دوش جامعی ترک نیستن اینا افتخار مردم افغانستان برای کشور ترکیه هم هستن که در آینده ها انشالله روی تمامش صحبت میکنیم در قسمت آخر فقط چند صحبت دارم یک بار دیگه میکنم که تا زمانی که من به خاک ایران داخل شدم و بیرون شدم پلیس ایران اصلا با من چند جایی که دیده گپ زده برخورد نادرست نکرده مردمش خوب بر که برخورد نادرست نکردن شما در گزارش هم دیدین که برخورد بسانه ای که داشتن فقط من شکایت از کارمندان بخش چک پاسپورت در چه نام داشت؟ میدان هوایی امام خمینی یا تهران از اونها شکایت دارم بس که برخورد انسانی نکردن و اونا باعث شدن که من اینقدر ها رو ببینم و یعنی کار درست اینو انجام ندادن یکی و گپ دیگه ای که هماین افغان فرار نکرده اگر سابقه فرار داشته باشه این بار بازم فرار میکنه و ما گفتیم تا حدی که خدا او روز را نبیره در افغانستان که مثل جنگ های تنظیمی که در گذشته بود دمو زمان ما در کابل بودیم خیلی خرد بودم یادم نمیه تا اون وضعیت که نرسه اول خدا او روز نبیره ما اونجا میمانم ما اونجا هستم و خاطر یک تعداد فرصت طلبا جمع باشه که ما فرار نکردیم یکی و در آخر اگر کسی از ایالات متحده آمریکا به ترکیه آمدنی است یک امانتی مک به اندازه یک کاغذ است ازشان ما در اونجا دو ساعت هستن تسلیم میکنه برشان اونا بیارن به ما به ترکیه برسانن اگر در جریان دو هفته یک هفته کس آمدنی هستی طرف حتما برین به صفحه اینستاگرام ما به ما پیام بگذارین انشالله حداقل یک لطف شما هم در حق ما بکنین ما لینک یا نام اینستاگرام ما در قسمت پایین ویدیو می نویسم تا دیدار بعد تا گزارش بعد ویدیوی بعد هر کدامتان را به خداوند منان می خدا نگهدار